کارگروه رسانه و شبکه‌های اجتماعی. بی‌تردید در دنیای امروز نقش شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک انتقال دهنده قوی اما ساده در جاری کردن اندیشه‌های هر سازمانی عمل می‌کند، جایی که می‌توان افکار سازمانی یافته هر سازمانی را به زبانی ساده‌تر تجزیه کرد. تا در این حال که اندیشه‌ها قوام خود را حفظ می‌کنند، این فرصت را پیدا کنند تا بسیار جذاب‌تر و همگانی‌تر در دسترس قرار بگیرند. کارگروه رسانه و شبکه‌های اجتماعی شورای مدیریت گذار از این قاعده مستثنا نیست. در خدمت یکی از اعضای کارگروه شورای مدیریت گذار هستیم تا بیشتر در این رابطه بشنویم. خوش آمدید جناب آقای ایمان. برای بیننده‌های ما بفرمایید که کارگروه رسانه و شبکه‌های اجتماعی شورا از چه زمانی آغاز به کار کرد؟ هدف این کارگروه چی بود و در کل چه چشم‌اندازی رو برای این کارگروه و اعضای این کارگروه در نظر گرفتیم؟ قبل از اینکه به این سوالات بخوام پاسخگو باشم، قبلش یک مقدمه کوتاهی هست که باید گفته بشه. اینکه کارگروه رسانه و شبکه‌های اجتماعی شورای گذار در واقع از دو بخش اساسی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی تشکیل شده. بخش وبسایت شورای مدیریت گذار در حال حاضر مسئولیتش برای حمید آقایی هست و بخشی که ما در حال فعالیت هستیم، بخش رسانه شبکه اجتماعی شورای گذار هم که با همکاران دیگه در حال فعالیت هست و روز به روز ما داریم به صورت منظم کار میکنیم. قبل از این که به این سوالتون پاسخ بدم، این که از تمام همکارانی که به هر حال در بخش چه در بخش وبسایت چه در بخش شبکه اجتماعی باید تشکر کرد که در این چند سالی که میشه گفت تقریبا حدود 2 سال بیشتر ما فعالیت داریم میکنیم، با کمک اونها تونستیم تا به امروز رو به جلو بیام و بدون حضور اونها قطعا میسر نبود. اما اینکه چه زمانی شبکه‌های اجتماعی شورای مدیریت گذار آغاز به کار کرد، میشه گفت کمی قبل از اینکه به صورت رسمی شورای مدیریت گذار به صورت رسمی اعلان موجودیت کنه، کارهای فنی انجام شد و نهایتاً در روزی که اعلان موجود شورای مدیریت گذار در لندن انجام شد، به عنوان اولین کار شبکه‌های اجتماعی شورای گذار ما به پخش مستقیم و پخش و پوشش این برنامه پرداختیم و اولین خروجی کار ما بود. البته در شبکه‌های مختلفی مثل یوتیوب، توییتر و پخش گسترده‌ای بود و برای شروع چیز خوب بود. اما شما از اهداف گفتید، این که به هر حال اهداف رسانه‌های شورای مدیریت گذار در ابتدای کار آشنایی مخاطبینی بودند که در ایران و خارج از ایران با شورای مدیریت گذار آشنا نشده بودند و به هر حال با شورای گذار اساسنامه‌اش و تمام در حد توان جواب به ابهامات سوالاتی در مورد شورای مدیریت گذار وجود داره. ما قصد ما یکی از اهداف ما آشنایی بود که میشه گفت با ساخت برنامه‌های مختلف و تفسیرهای مختلف مثل برنامه با گذار و برای گذار که از ساختهش گروه شبکه اجتماعی هست تونستیم تا حدود این رو جوابگو باشیم. و اینکه یه هدف دیگری که شبکه‌های اجتماعی شورای مدیریت گذار در واقع روبروش داره، این که نفوذ حد اکثری داشته باشه در جامعه ایرانیان، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، البته در میان استفاده کنندگان شبکه‌های اجتماعی. خب ما میشه گفت در این مدت تونستیم به یک آمار میلیونی برسیم، یک آمار میلیونی بازدید کنندگان یونیک، یعنی کسانی که تک هستن، و این نشون میده که ما تونستیم تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی دسترسی خوبی داشته باشیم و نفوذ خوبی داشته باشیم. یه هدف ممکن نفوذ به جامعه مردم بود، در این که جامعه‌ای که به هر حال نیاز به شناخت شورای داشت تا حدودی بهش دست پیدا کردیم. اما یکی دیگه از اهداف اگه بخوام کوتاه کنم، این که نفوذ در الیت جامعه بود که ما در شورای گذار به هر حال کارگروه‌های خاصی هم داریم مثل اصناف، مثل معلمان و دیگران. ما قصد جذب جلب توجه این گروه الیت جامعه در ایران رو هم داشتیم که خب این رو هم داریم رو به جلو می‌بریم.
پرسش دوم، ممنونم برای پرسش دوم که با ما خواهید بود. ببینید، بسیار مایلم که بدونم چالش های کار در شبکه های اجتماعی رو برامون توضیح بدید. این چالش های روزمره چه چیزهایی هستند و چگونه با اونها مواجه میشید؟ بسیار علم فکر کنم شما چشماندازم گفتید، اما چالش حقیقتا چالش هایی که در شبکه های اجتماعی موجود هست بسیار هست و من چند تاش رو میگم. یکی از بزرگترین چالش‌های شبکه‌های اجتماعی با اون درگیر هست یه جورایی رعایت قوانین خود شبکه‌های اجتماعی. مثلا اینستاگرام یک سری قوانینی داره که ما باید رعایت کنیم، اما متاسفانه نظام حاکم در ایران تمام اعمال، رفتار و افرادش به گونه‌ای هست که انتشار خبر، تصویر و یا هر چیزی از واقعی که تو ایرانه میتونه از عواملی باشه که نقض کننده قوانین شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام باشه. یه مثال میزنم، مثلا سپاه تروریستی پاسداران یکی از گروه هاییست که مورد مخاطب اپوزیسیون مختلف قرار میگیره و ما وقتی که بخوایم این رو در شبکه اجتماعی منتشر کنیم، تفسیری کنیم یا مطلبی در این مورد نوشته بشه در مورد جنایت سپاه پاسداران به عنوان مثال انجام میده، به احتمال زیاد نقض قوانین این شبکه شناخته میشه. و این رعایت قوانین در کنار پخش و پوشش مطالب مختلف بسیار چالش برانگیزه که با تیم حرفه‌ای که داریم ما میتونیم تا امروز تونستیم رو به جلو ببریم. قبل از اینکه به سوال چشمنداز دو مرتبه برگردم، خواهش میکنم که بفرمایید فکر میکنید شبکه‌های اجتماعی و در کل رسانه ابزار بیشتری برای ارزیابی موضوعات و عملکردهای خودش داره؟ کمی در این باره بفرمایید که شما چطور متوجه میشین که در روال مناسبی از یک مسیر صعودی و پیشرفت قرار گرفتید؟ حقیقتاً در مورد عملکرد این که ما چگونه میبینیم، این رو باید مخاطبین جواب بدن، اما خب ما ابزارهایی رو هم در اختیار داریم مثل آمارهایی که خود مثلا اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب در اختیار ما قرار میده. ما میتونیم از کم و کاستی‌های خودمون یا زمانی که خوب تونستیم نفوذ کنیم یا بد تونستیم یا اونجوری که باید نفوذ نکردیم رو تشخیص بدیم. اما در واقع این آماری که به دست ما میاد خودش یک سری مسبب هایی داره که ما باید بهش بپردازیم، یعنی صرفا این نیست که آیا عمل کرده ما ضعیف بوده یا مثبت بوده. اما با توجه به همون چیزی که بهش اشاره کردم، آماری که در دسترس داریم و البته به صورت کم و زیاد بعضی وقتا اینجوری بوده و بعضی وقتا اینجوری نبوده، میشه گفت ما نفوذ میلیونی داشتیم و وقتی این نفوذ میلیونی اتفاق میفته به این معناست که عملکرد مناسبی داشتیم. اما این عملکرد مناسب بعضی جا مثلا اینستاگرام به دلیل همون نقض قوانین ما رو محدود میکنه و اون آماری که به دست ما میرسه میشه گفت یه جور جریمه بوده که از طرف شبکه های اجتماعی به دلیل حملات سایبری که به صورت ریپورت یا اشکال دیگه اتفاق میفته، اون آماری که به دست ما میرسه میشه گفت به دلیل جریمه بوده. اما تا به امروز با آمارهایی که داریم میشه گفت عملکرد مناسبی داشتیم، اونم قطعا به دلیل تیم حرفه‌ای که در شبکه های اجتماعی وجوده. سپاسگزارم. ببینید، اهداف این کارگروه رو فرمودید، حالا بفرمایید در کل چه چشماندازی رو برای اعضای کارگروه از ابتدا در واقع مد نظر قرار داده شده؟ سوالی که پیش از این پرسیدم و نرسید پاسخ بدید. من یه چیزایی رو یادداشت کرده بودم اگه اون رو پیدا کنم. این که چشماندازی که ما داریم، یکی از چشماندازهایی که به حال برای خودمون در نظر گرفتیم و می‌خوایم بهش برسیم، نفوذ حداکثریه. یعنی ما بتونیم واقعا در جامعه به یک نفوذ حد اکثری برسیم. و یکی دیگه هم این که به اونجای برسیم که میشه گفت جامعه ایران با شورای مدیریت گذار به عنوان یک آلترناتیو آشنا شده و تا قسمت زیادی تونستیم به سوالات اونها پاسخ بدیم. البته در این راه ما همچنان کم و کاستی هایی داریم، اونها هم تا حدودی واقف هستیم و سعی میکنیم اونها رو برطرف کنیم. ضمن خسته نباشید از همه کارهایی که شما و تیم خودتون در کارگروه رسانه انجام دادید، ازتون تشکر میکنم که میهمان برنامه کارگروه بودید. امیدوارم که در هفته های آینده باز هم میزبان شما و دیگر اعضای کارگروه رسانه باشیم. خدا نگهدارتون.